سلام و درود به تمام هموطنان عزیزم، شب همه شما بخیر. امیدوار هستم که صحتمند و سرحال و بانشاد باشید و روزهای ماه مبارک رمضان را به خوبی خوشی در کنار فامیل سپری کرده باشید. امشب هم مسابقه IQ هست در خدمت شما هستیم و سه شروع کننده همراه ما هستند. ببینیم چه کار میکنن، چه امتیازی به دست میارن، آیا میتونن امشب IQ رو شکست بدن، امتیاز بسیار بالایی به دست بیارن و دست پر از برنامه برن بیرون، یا که خیر شما هم بیننده باشین و با ما همراه. رشاد احمد رادمنش هستم، محصل سمستر اول یکی از دانشگاه‌های خصوصی در ضمن رئیس اتحادیه جوانان و کارمند شورای ملی. خان محمد اکبری هستم از ولایت دایکندی و سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. احمد سروش نبی‌زاده هستم، سخنگوی اتحادیه جوانان افغانستان و همچنان متعلم صنف 12 هم در یکی از لیسه‌های کابل. خوش آمدید اشتراک کننده عزیز به مسابقه امشب ما و 30 گزینه در اختیار شما هست. شما باید تشخیص خوبی داشته باشین، انتخابای دقیق و همچنان هوش حواستون رو کاملا جمع کنین تا بتونین امتیازای بسیار خوبی به دست بیارین، تشخیص درست بر ما داشته باشین. خب در بین 30 گزینه ما 3 گزینه صفر هست، پس خدا کنه گزینه‌ها انتخاب نشه و تمام امتیاز شما صفر نشه. در نخست هیچ امتیازی ندارین و هیچ گزینه‌ای را حق رد کردن ندارین، ولی وقتی که امتیاز به دست آوردین حق رد کردن دارین، اون فقط یک بار حق رد کردن دارین. فقط شانس است، شانستون را میتونین در این برنامه بیازمایین. سوال عمومی که در نخست از شما دارم ای هست: تاشکند پایتخت کدام کشور است؟ تاشکند پایتخت قزاقستان است. کدام کشور؟ قزاقستان. قزاقستان است. ازبکستان. تاشکند پایتخت کشور ازبکستان هست که هر سه شروع کننده ما شما دیدین که قزاقستان رو روش جد تاکید داشتن، ولی خوشبختانه رشاد تانست به جواب اصلی برسه که ازبکستان هست. خب رشاد، خودت خوشانس اول مسابقه امشب ما هستی، 30 گزینه در اختیارت هست، انتخاب کو یک از این گزینه ها را. گزینه اول را که انتخاب میکنم شماره 7. گزینه 7 را انتخاب میکنن. شخصیت های سیاسی افغانستان. قبول. علی احمد جلالی. کی؟ علی احمد جلالی، علی وزیر احمد داخله سابق، فعلا استاد یکی از دانشگاه در پوانتون های امریکایی در داخل امریکا، پوانتون آکسفورد. خب ببینیم نتیجه را. ببین نتیجه را ببینیم. بسیار عالی، آفرین به خودت رشاد، هم جواب درست و هم توضیحاتت درست. رشاد خوشبختانه تانست که تشخیص درست بر ما بده و اون هم فقط 10 ثانیه سپری شد، 30 ثانیه که ما برش در نظر گرفتیم و حال امتیاز رشاد هم میبینیم. تبریک باشه به خودت، 1000 امتیاز به دست آوردی و از این بعد هم همون تو خوب باش و امتیاز به سطح بالاتر برسن. خان محمد، دیدی که رشاد چقدر خوب پیش رفت، تشخیص خوبم داد در ثانیه که خیلی کم سپری شد. ببینیم خودت چی کار میکنی. گزینه ها. کدام گزینه؟ گزینه 8. 8 را انتخاب میکنن. میبینیم. هنرپیشه های مطرح سینمای جهان. قبول. 30 ثانیه وقت داری، نامی هنرپیشه چی هست؟ خوب با دقت به طرف تصویر ببین، چهره شناخته شده هست. هنرپیشه ایرانی است، خانم شرف. میفهمید که کدام سریال کار کرده بیشتر نقش خوبی داشته و همین شبها هم زیادتر سریال نشده میشه؟ نه متاسفانه دیدم چهره شخ نام شدیم نمانده. میبینیم متاسفانه خان محمد تشخیص ندادی، طوری که خود گفتی با چهره آشنا بودی، در سریال ها و در فیلم ها زیاد دیدی، ولی متاسفانه نام شده نیفهمی که چی هست، که نقش زلیخا را در سریال یوسف هم کار کردن. نام اصلیش هم کتایون ریاهی، بازیگر ایرانی هست. خب متاسفانه خان محمد تشخیص نتونست و هیچ امتیازی به دست نورد. حال ببینیم که سروش چی کار میکنه. تشخیص خوب دادن میتونه که خیر. چطور آماده هستی؟ آماده هستم. سروش کاملا آماده هست. گزینه ها رو میبینیم و آمادگیش رو میبینیم. کدام گزینه رو انتخاب میکنی؟ گزینه 24. 24. هنرپیشه های سینمای افغانستان. قبول. 30 ثانیه وقت داری، نامی هنرپیشه چی هست؟ در فیلم ها دیدی؟ نه فیلم قدر نمیبینی؟ نه، غیر ممکن است فیلم نبینی؟ اینجا با دیر تا میاری؟ گاهی وقت میبینم خاطر که نمیخوام. نتیجه؟
متاسفانه سروش گفتی فیلم نمیبینم یا اینجا نمیفهم که تو گفتی نمیبینم. واقعا هیچ فیلم نمیبینی؟ آها، گاهی وقت میبینم. یگان فیلم های چی؟ افغانی میبینی یا فیلم های بیرون از افغانستان؟ هر کدامش پیش اومد، هر چی که خوب بود. فیلم های ببین که آموزنده باشه. بله. نام هنرپیشه همایون پاییز یک تن از سینماگران مطرح افغانستان. سروش هم تشخیص نتونست داده، هیچ امتیازی به دست نآورد. رشاد که 1000 امتیاز داره، ببینیم در حال حاضر کدام گزینه را انتخاب میکنه. میتونه امتیاز خود را به سطح بالا ببره یا که میبینیم. گزینه شماره 9. 9 را انتخاب میکنن. بازم هنرپیشه های مطرح سینمای افغانستان. قبول. 30 ثانیه وقت دادی، نام هنرپیشه چی هست؟ فعلا حیات است؟ حیات است فعلا؟ بله. از هنرپیشه های جوان هست. فیلم آخری هم که داشتن با سینمای هندوستان مشترک بوده، فیلمشان کار کرده. اسد سکندر. خوب دقت کو رشاد، اگر تشخیص ندی امتیاز صفر میشه. 5 ثانیه. نتیجه متاسفانه رشاد تشخیص داد، این دفعه درست نبود و شانس هم روی دیاری نکرد. نام این هنرپیشه مارشال ابراهیمی، هنرپیشه جوان بود طوری هم که بر توضیحات هم دادم، ولی متاسفانه خود نتونستی تشخیص بدی. خب من معمولا فیلم نمیبینم. فیلم مشترکشون به نام فیلم کابولی پتان نام داره این فیلمشان. خب متاسف هستم رشاد برات که خود نتونستی تشخیص بدی و امتیاز دست دادی. خان محمد و گزینه ها. گزینه 5. 5 را انتخاب میکنن. میبینیم پرچم کشورهای جهان. قبول. 30 ثانیه وقت داری، پرچم از کدام کشور است؟ پرچم کدام کشور است؟ پاکستان. پرچم کدام کشور کشور آسیای میانه هم هست؟ چی؟ رشاد خودت چی میفهمی؟ وقتم تمام شد. رشاد خودت چی فهمیدی؟ پرچم از کدام کشور است؟ نخیر. پرچم کشور تاجیکستان بود. بعدش هم خان محمد گفت که پرچم کشور پاکستان. چی؟ پاکستان. پرچم کشور پاکستان کجا؟ تاجیکستان کجا؟ اصلا شباهت داشت به هم به نظرت؟ نه. نداشت؟ نه. خب که نداشت چرا گفتی پاکستان؟ خودش هم تأکید داره که نبود، ولی بازم میگه پرچم کشور پاکستان. خب خیر است، مشکل نداره. یگان وقتی تو گپا پیش میاد. خان محمد تشخیص نتونست داد و هیچ امتیازی به دست نآورد. سروش ببینیم چی کار میکنن. گزینه ها رو میبینیم. گزینه 14. 14 رو انتخاب میکنن. پرندگان. قبول. قبول میکنن و میخوای که تشخیص بدن. 30 ثانیه وقت داری، نام پرنده چی هست؟ نام خیلی آسان داره. مطمئنم امیال دیاد آمده. چی؟ مرغابی. مرغابی؟ بله. مطمئن هستی مرغابی است؟ مرغابی است. کاملا بالای جوابت مطمئن هستی؟ مطمئنی تشخیص درست است؟ ما هم 10 ثانیه وقت داریم. بری ببینیم نتیجه را؟ میبینیم. نتیجه را میبینیم. بسیار عالی سروش. این از خاطر تو چک میکنم که باشه ذره روبیه بگیری. جوابت کاملا درست بود و خود تشخیصت کاملا درست بر ما دادی. سروش خوشبختانه تشخیص درست بر ما داد و حال امتیازش رو میبینیم. خودت 1000 امتیاز به دست آوردی، تبریکت باشه. به طرف رشاد میریم، اما قبل از اون وقفه کوتاه میگیریم. خوش آمدید، بخش دوم مسابقه آیکیو هست. رشاد ببینیم کدام گزینه را انتخاب میکنه. در بخش دوم 11. 11 را انتخاب میکنن. ورزشکاران جهان. قبول. 30 ثانیه وقت داری، نامی ورزشکار چیه؟ علی احمد کله. چی؟ علی احمد کله. علی احمد کله؟ بله، بوکسر. نامش درست گفتی به نظرت؟ نامش درست نگفتی. خب چرا میگی؟ اینا دلت هست که ما قبول کنیم نامش درست نگفتی. خب علی احمد کلی که اما کلی درست است. نامش چی کلی؟ علی احمد کلی. نتیجه را میبینیم چه تصمیم میگیر آیکیو.
بله رشاد، خودت دیگه جواب درست و خوبی بر ما ندادی، ولی آیکیو جواب تو درست گرفت، یعنی که کمی همراهیت کمک کرد. خب باز آخر برنامه دیگه امتیاز هم رو با آیکیو تقسیم کنی. طبعاً شما. محمد علی کلی، قهرمان اسطوره سنگین وزن بوکس اهل آمریکا که وفات نمودند. بله. رشاد تشخیص درست بر ما داد، امتیاز به دست آورد. امتیاز چی هم می‌بینیم؟ یک از اون امتیاز خودم به دست آوردی، تبریکت باشه، با سروش در اکسد قرار داری. دیگه رقیبت پیدا کردی. شناختی ها؟ خب تبریکت باشه بازم. خان محمد ببینیم میتونه در این لحظه امتیاز به دست بیاره؟ گزینه ها. گزینه هفده رو انتخاب میکنن. هفده رو انتخاب کردی، صفر بود خان محمد. یکی از گزینه خطرناکه که خود از برنامه حذفش کردی و این به نفع سروش و رشاد شد. چطور خوشم معلوم میشن هر دوشان. خب رئیس و سروش و گزینه ها؟ گزینه 29. 29. هنرپیشه های سینمای افغانستان. قبول. ای برای بار سوم آمد، خدا خیر پیش کنه. نامی هنرپیشه چی است؟ یوسف هست فکر کنم. یوسف. چی؟ یوسف نام مکملش نمی‌فهمم خو یوسف نام داره. در کدام فیلم نامش یوسف بود حتماً؟ یا شاید هم آصف باشه. نه، نام اصلیش برای ما بگو. فعلا در هالند بگو. مصطفی سکندر. نتیجه را میبینیم؟ متاسفانه سروش تشخیص درست نبود. صبور طوفان نامی هنر پیشه. فعلا در هالند زندگی میکنن، در افغانستان نیستن، که به نام صبور سرباز هم مشهور است. خب سروش تشخیص درست بر ما نتوانست داده و امتیاز خود از دست داد و صفر شد. امتیاز رو ببینیم یا گپ مرا قبول داری خودت؟ قبول دارم. قبول داری؟ سند است نه گپ ما بر خودت، فقط یک امضا کم است که خود امضاش بگو. خب سروش متاسفانه اگر امتیاز خود از دست داد، ببینیم رشاد چی کار میکنه. یا ما دست میته یا که به سطح بالا میبره امتیاز چیه؟ گزینه ها کدام گزینه؟ 21. 21. ورزشکاران جهان. قبول. نامی ورزشکار چی است؟ شاهد. چی؟ شاهد افریدی است به نظر من. شاهد افریدی. مطمئنی؟ طبعا. در کدام رشته ورزشی است؟ در کرکت است، در پاکستان بازی میکنه. می‌بینیم نتیجه را. آفرین به خودت رشاد. خودت هم کارای ما بیشک. خودت تانستید باز هم تشخیص درست بر ما بدی و خوشبختانه امتیاز تا به سطح بالا رساندی، طوری که من گفتم. امتیاز رشاد هم می‌بینیم. آفرین، 2000 امتیاز به دست آورد رشاد. امتیاز خیلی خوبی هست. در مقابل دو شرکرندی دیگه که در پهلوی خودت است، خودت خیلی خوب پیش رفتی. خان محمد و گزینه ها، ببینیم میتونه امتیاز به دست بیاره در این لحظه. گزینه 12. 12 انتخاب میکنن. جهان شناسی. قبول. 30 ثانیه وقت داری بر ما تشخیص بدی کجا هست. طور که معلوم میشه پل است. خب نام پل چی است؟ شاید در دبی باشه، نمیفهم که کدام پل است یا نمیفهم. این پول در سان فرانسیسکوی آمریکا هست. در آمریکا هست؟ متاسفانه خان محمد نتونستی تشخیص بدی، حتی گفتی شاید در دبی باشه. در دبی چنین پول ما داریم؟ چرا که من ندیده بودم، میتونستم اید ندیدم و نرفتم. خب نامی پول، پول گلدن گیت. سروش و گزینه ها، چون سروش یک هزار امتیاز از دست داده، ببینیم میتونه جبران کنه. کدام گزینه سروش؟ 27. 27 را انتخاب میکنه. قبل از اینکه ببینیم در پشت گزینه 27 چی است، وقفه داریم. بخش سوم مسابقه آیکیو هست و سروش گزینه 3 را انتخاب کرد. ببینیم در پشت گزینه 3 چی هست. تشخیص میتونه داد سروش یا که خیر. شخصیت های علمی و دینی جهان. قبول.
30 ثانیه وقت داری. نام شخصیت دینی و علمی چی هست؟ شخصیت مطرح جهان اسلام و یک از چهره‌های علمی و دینی لبنان می باشد. دیدیمش فعلا نامش زیاد نکته. یعنی میگه نامش نمی فهمی. رضاشاه پهلوی. چی؟ رضاشاه پهلوی. متاسفانه رضاشاه پهلوی گفتی؟ جواب درست نبود بر ما. عبداللطیف دریان. ارشیخ عبداللطیف دریان. که تشخیص نتونستی بر ما بدی. نامش هم خیلی سخت بود نی؟ حق میتون برد. لبنانی هستن یکی از شخصیت های علمی و دینی لبنان. سروش متاسفانه تشخیص نتونست داده هیچ امتیازی بعد از ناورد. رشاد 2000 امتیاز داره و امتیاز خیلی خوبی تا حال بعد از ناورده. ببینیم که در حال حاضر کدام گزینه را انتخاب میکنه. خدا کنه گزینه که انتخاب میکنه صفر نباشه. شماره 23. 23. آوازخانه مطرح افغانستان. قبول. 30 ثانیه وقت داری. نامی آوازخان چی هست؟ احمد ولی. خوب به دقت ببین وقت داری هنوز. یک تن از پیشکسوتان موسیقی آماتور در افغانستان بودن. من متاسفانه ندیدم. متاسفانه رشاد نتونستی تشخیص بدی. ای آوازخان ما یک سال پیش فوت کردن. اسدالله خان. بله حیات نیستن. ولی اسمش خودت هم نتونستی برام بدی. مسرور جمال. مسرور. بیشتر آهنگای میهنی خواندن. خب برشاد متاسفانه نتونست بر ما تشخیص بده و 2000 امتیاز داشتن. در حال حاضر ببینیم چقدر امتیازش باقی ماند. 2000 امتیاز داشتی و 1000 فقط باقی ماند چون تشخیص دادن نتونستی. حق رد کردن داشتی در برنامه ای که نمیفهم چرا تا حال از یک شانس و از یک گزینه استفاده نکردی. جای تعجب است. خب میریم به طرف خان محمد ببینیم کدام گزینه را انتخاب میکنه. خان محمد چی فکر میکنی؟ گزینه که انتخاب میکنی؟ گزینه 19. 19. ببینیم 19 را. ورزشکاران افغانستان. رد. امتیاز نداری خان محمد. قبول. نامی ورزشکار چی هست؟ متاسفانه که می اولین تصویر است مدیدم. یک تن از پهلوانان مشهور افغانستان بود که در سالهای خیلی پیش وفات نبودند. بسیار شهرت داشتند. وقت تمام است و شما هم هیچ نتونستین تشخیص برای ما بدین خان محمد. نام ورزشکار صدیق زرگر. خان محمد تشخیص نتونست داد و هیچ امتیازی بعد از ناورد. در خانه اولی که بودن همونجا باقی ماندن. خب سروش و گزینه ها ببینیم کدام گزینه را انتخاب میکنه. خدا کنه بتانه تشخیص بتن. گزینه سیوم. سی را انتخاب میکنن. آوازخانه مطرح جهان. قبول. خب خوب به تصویر ببین. آهنگ مشنوی. نگو که یگان وقت. آهنگ های افغانی مشنوی. این آوازخان از هند است. بیشترین فیلم ها رو یه آهنگ دادن. پنج ثانیه. وقت تمام شد و سروش برای ما چیزی نگفت. چی میگه میالی؟ چیز نمیگم. یک چیز گفتی؟ هیت نفهمیدم. نه میخواستم بگویم. خب اینا لابون که میخواستی بگوی حالی بگو. همون نامد پس رد. خب بگو یک بار. راجی سنگ. اما خوب شد نگفتی. مکیش. نامی آوازخان مکیش. خب سروش نتونستی تشخیص بدی. نامی هم که گرفتی و هم اشتباه بود اما خوب شد که در اون وقت نگفتی. خب
هیچ امتیازی به دست نورد سروش هم. رشاد 2000 امتیاز داشت، تشخیص درست برای ما نداد، 1000 باقی مانده. ببینیم میتونه 1000 امتیاز خود پس جبران کنه. گزینه ها شماره 25. 25. دنیای حیوانات. قبول. 30 ثانیه وقت داری. نامی حیوان. دایناسور. دایناسور. یک معلومات بده درباره حیوان. خب معمولا دایناسورها حیوانات خطرناک بودن قبل از اینکه انسان برای کره زمین بیاد. خداوند وقتی که دید که اینا حیوانات خطرناک هستن، توسط یک سنگ که از آسمان پرتاب کرد، نسل از اینا را از بین برد. نسلشان منقرض. فعلا از نسل از اینها تنها چیزایی که باقی مانده چلپاس هستن و سوسمار هستن. آفرین. آفرین رشاد. بسیار عالی. آفرین به خود رشاد. هم جواب درست و هم توضیحات کامل و بجا. دیگه قابل افتخار هستی خودت که تانسته که هم جواب درست برام بدی، هم توضیحات کامل برام داشته باشی. خب رشاد خوشبختانه بازم تشخیص درست و خوب و عالی برام داد. حال میریم امتیاز چه میبینیم؟ خب وقت برنامه هم تمام شد. سلامت باشین. خب یک بار دیگه میریم امتیاز هم میبینیم که رشاد نگه امتیاز ما چطور شد. 2000 امتیاز بعد دست آوردی. یک اشتباهی که کردی همو بود که رد نکردی، خواست تشخیص بدی، اگر نیستی ازار داشتی. خب رشاد برنده مسابقه امشب ما هست که تانست با سعی تلاشی که داشت و هدفی که داشت 2000 امتیاز به دست بیاره، ولی متاسفانه خان محمد و سروش هیچ امتیازی به دست نوردن و دست خالی مجبور هستن که از برنامه برن بیرون. سلامت باشین بازم، تشکر از حضورتان، وقت خوش بر شما میخواییم. تشکر خوش باشتم. و سپاس از شما بیننده های عزیز که امشب هم با ما همراه بودین. امیدوار هستیم که همیشه شاد و موفق و عالی باشین و در زندگیتان بدرخشین. اوقات خوب و خوش در کنار فامیل. خدا نگهدار تا برنامه بعد.